سلام و درود خدمت همه دوستداران برنامه نویسی. خب در روز قبلی ما ای تیبل ساخته بودیم و بهترین راه و رویش ما میاله میگم که بهترین کار به خاطر ایجاد کردن جدول امی است که معلومات اول با داخل یک لیست باشه، حالا فرق نمیکنه یا اری لیست یا لینک لیست، و بهترین راه امی است که ما معلومات از داخل لیست بخونیم، به خاطر که اری که است حالا یک محدودیت های داره، مثل که اری فیکس سایز است، ولی در تیبل ها ما میتونیم که مستقیم دیتا را از اری هم بخونیم. خب این بار ما میخوایم او قسم یک تیبل بسازیم. خب میریم روی برنامه نویسی. ما یک تا کلاس میسازم اینجا از نوی خودی. حالا نامی کلاس هم میمونم مثلا تیبل من، و این تیبل من باید خودش یک جی پنل باشه. پس این کلاس ما باید اکستنس کنه جی پنل. پس اینجا میگم که اکستنس جی پنل. خب این را امپورت میکنم و اینجا دو تا نمونه میسازم. از ما یک بار کانستراکتورش میسازم، میگم که پابلیک تیبل من، و اینجا ما یکی از چی کار دارم، یک تا ابجکت تیبل کار داریم، میگم نیو جی تیبل، و یک تا ابجکت دیگه از سکرول پین، میگم که سکرول مساوی ده نیو جی سکرول پین، و ما این دوتا را چیزش را میسازم فیلدش را یک بار امپورت میکنم و فیلدش می سازم که اینجا در بالا فیلدش ساخته، و همچنان از تیبل هم امپورت میکنم و فیلدش هم می سازم. خب ما در این تیبل یک تا لیاوت میتونم، میگم که در این پنل میگم set layout new border layout باید باشه، و اینجا تیبل حالا دو تا چی میگیره، یک تا دو تا اری میگیره، یک از کانستراکتور های تیبل. من اینجا به کانستراکتور های تیبل نشان بیتم ایجی تیبل. ایره ما روز قبلی کار کرده بود و این بار میخوایم که ای رو بسازیم، حالا که دو تا اری میگیره، یک اری دو بودی و یک هم اری یک بودی. اری یک بودی به خاطر نام ستون است، و اری دو بودی به خاطر حالا دیتا هایی که داخل تیبل نمایش داده میشه او است. خب ما این بار ای رو کار میکنیم. پس ما یک تا اری اینجا میسازم از نوع string، و نامی رو میمونم مثلا call name. یه اره باشه و کل نیم نیمی باشه. پس من میتونم که دیتای ما را اینجا نامی ستون ها اینجا باشه، مثلا نامی ستون ما یکی آیدی میتونم داشته باشم، میتونم نیم باشه و لاست نیم باشه و و و و سبجکت نامی ستون ها. پس دیتا های ما هم طبق اینا باید باشه. پس ما یک تا اری دیگه می سازم دوباره از نوع string، و این اری دو بودی است. پس ما دو تا چی میگیرم، نام ایره میمونم اری دیتا، و مقدار هایی که اینجا جایگزین میکنم یکی مثلا آیدی این نفر یک باشه، نامی بنده خدا مثلا چی باشه علی باشه، لست نمی ای مثلا رهبری باشه، و مضمونی که ای میخونه مثلا چی باشه حالا جاوا باشه. ای میتونه که یک سطری از ای جدول ما باشه، و ما اگه ای رو کپی بگیرم و یک تا کامه بانم و پیست کنم، میتونم که اینایش تغییر بیتم، مثلا ای
دو ای مثلا مرتضا باشه و تخلص ای چه باشه چه باشه چه باشه یک تا نام مثلا یک تخلص ما پاشایی میگیرم شاید همی قسم باشه چیزش تایپیش و مضمونی که میخونه حالا ای بنده خدا بود ای خدا بیامرز و ای چیزی که میخونه حالا مثلا نتورک میخونه و همین قسم شما میتونید که دیتا را اد کنید در اینجا پس سوم اینا مثلا خب حالی از آهنگخانه را لیستش رو جور کردیم پس ای را آوازخانه مورد علاقه من مثلا محسن گانه باشه و خب من محسینش اینجا باید میموندم یگانه شده تخلص محسین یگانه اینجا باشه حالا یگانه و آهنگایی بیشتر آهنگای عاشقی است پس مضمونی حالا مثلا لولی باشه خب تا می اندازه را من فعلا سه تا افراد دارم پس اینجا میتونم که در اولین پارامیتری دیتا را بفرستم و در دومین پارامیتری کال نیمه که نام ستون هست و این تیبل من میتونم اد کنم داخل حالا خود کانسترکتوری اسکرول پین یک کانسترکتورش کامپوننت میگرفت پس تیبل هم خودش یک کامپوننت است و این تیبل هم اد شده پس من تیبل باید یک بار چی کنم حالا چی مگر رفرش کنم زمانی که از سکرول تیبل رفرش کنی اینجا حالا در سکرول اگه استفاده کنین یک تا چیزش هست حالا یک میتودش سید ویو پورت ویوز و این هم کامپوننت میگره که شما میتونید که تیبل اینجا بفرستین خب من این تیبل ادن ابجکت شوال میسازم اینجا در مین فریم پس من این بالا میایم اینجا میگم که پرایویت تیبل من و اینجا ابجکت شو میسازم میگم که تیبل من مساوی باشه با نیو تیبل من و اد میکنم ایرا در سنتری فریم پس کجا اد میکنیم ما اینجا میخواییم که در جای ای اد کنم پس ایرا فعلا ما کامنت میسازم و دقیقا امی کده در پایین ازی کال میکنم و در جای تیبل پنل می نویسیم تیبلی من خب ما یک بار دیگر روی تیبلی من بیایم اینجا اد نکدیم هنوز پس ما اینجا بیایم میگم که اد سکرول پنه باید اینجا اد کنم میگم که سکرول باردر لی اوت و سنتر خب ما اپلیکیشن را ران میکنم خب این جمعی بینید که حالا امو سه تا بنده خدا اینجا وجود داره که من امو سه تا را از داخل اری خوانده بودم پس شما این قسمی هم میتونید که تیبل بسازین و یک چیز دیگر حالا من اینجا براتون بگویم که شما اگر هر طریقی پیدا تانستین که معلومات داخل ای اری بنویسید پس میتونید که او را در تیبل هم نمایش بیتین شما میتونید از هر طریق استفاده کنید میتونید که حالا خودتون یک تا لیست بسازین مثل همو که در لیست است یک تا اری بسازین که اول فقط یک ایندکس داشته باشه زمانی که اد شده یکی دیگر هم اد کرد اری سایز خود اوتومات دو ایندکس ببره و ای نفر دوم هم اد کنه
و به هر اندازه که شما به هر طریقه ای که بیتونید که داخلی چی بسازید، حالا داخلی اری دیتا بفرستین، پس جدول هم رو نمایش داده میتونه و در دیتابیس ها ما بعدا در قسمت های دیتابیس که رسید ما از این جدول ها اونجا میگم که باید چه قسمی دیتا را از داخل دیتابیس بخونید و داخل یه اری بنویسید که در تیبل ها نمایش داده شود. پس فعلا ما این تیبل کار ندارم، ما این را کامن میکنم و این را از کامن میکشم چون میخوایم که تیبل پنل روی کار کنم. خب ایم از این قسمتی از برنامه نویسی ما، پس تا قسمتی راستی در باید قسمتی بعدی بگم. در قسمت های بعدی ما میخواییم که این جدولایی که اینجا ایجاد کردیم اینا داخل یک لیست دیتای ذخیره شده، پس در قسمتی بعدی ما میخواییم که این لیست دا داخل یک فایل ذخیره کنم، یعنی اگر اکسپورت بگیرم این داخل یک فایل ذخیره بتانه و زمانی که امپورت گرفتم پس او دیتا را از فایل بخونه و اینجا دوباره در جدول ما نشان بده. پس تا قسمتی بعدی بدرود.